سلام دوستان، به کانال معرفی فیلم و سریال خوش اومدید. امروز میخوام 10 تا از بهترین فیلم ها رو با ژانر تاریخی بهتون معرفی کنم که در حال حاضر توی نتفلیکس، آمازون پرایم، اپل تیوی پلاس و مکس جزو بهترین فیلم ها محسوب میشن. اگر از داستان‌های درام، ماجراجویی و جنایی تاریخی و یا داستان‌هایی از جنگ‌های حماسی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. تاریخچه فرانکنشتاین یه سریال درام جنایی تاریخیه که توسط بنجامین راس و بری لانگفورد ساخته شده. سریال عمدتاً حول محور پژوهشگری به اسم جان مارلو میچرخه. اون به دنبال یک رشته قتل‌های وحشتناک توی لندن قرن 19 تا الان فقط 2 فصل از این سریال ساخته شده. فصل اول سریال در مورد جان مارلوته که جسدی ناشناس حاوی اعضای چندین فرد رو پیدا میکنه و درگیر یه تحقیق پیچیده میشه و این موضوعات اون رو به محقق مشهور دکتر ویکتور فرانکنشتاین میبره. جالب اینجاست وقتی که مارلوت بیشتر به این موضوع میپردازه، به زودی متوجه میشه که با قدرت‌های خارج از محدوده جنایت معمولی در مقابل با قدرت‌های شیطانی و اسرار خشونت‌آمیز سر و کار داره. داستان معروف این مجموعه با تصویر برجسته از بازرس جان مارلوت همراه شده و مطمئناً پس زمینه ترسناک لندن توی قرن 19 برای طرفدارای فیلم‌های درام تاریخی و همچنین طرفدارای اسرار ماوراءطبیعی به نظر جالب میاد. دور دنیا در 80 روز یک مجموعه درام تاریخی ماجراجوییه که بر اساس کتاب ژول ورن ساخته شده. این فیلم داستانی از قدرت و اراده یک شخصه که میخواد کاری رو انجام بده که توی اون زمان یه جورایی غیر ممکن بود. توی لندن اواخر قرن 19 مخترعی نابغه به نام فیلیاس فاگ یا لوگان شرط میبنده که میتونه دنیا رو توی 80 روز دور بزنه، اونم با استفاده از روش‌های سفری که در اون زمان در دسترس بود، و اگه موفق بشه میتونه مقدار قابل توجهی پول به همراه دوست وفادار فرانسویش به دست بیاره. و در همین حال با مردم زیادی از جمله افراد محلی و سایر مسافرانی که تجربه دارن ملاقات میکنه که از این افراد کمک بگیره که در طول سفر چه نکاتی رو باید رعایت بکنه و با چه چالش‌های روبرو میشه. این فیلم از چند بود قابل تحسینه، چون که حمایت اطرافیان رو به درستی جلوه میده و فراز و نشیب‌هایی که توی فیلم اتفاق میفته و همچنین بازیگری بی‌نظیر نقش اول فیلم بینندگان رو به یک سفر بین قاره‌ای باور نکردنی میبره. فیلم بعدی بزرگ یا گریت. این فیلم تا حدی بر اساس تاریخ ملکه کاترین، همسر دوم پیتر کبیر روسیه و نحوه به قدرت رسیدن اون توی قرن 18 یه سریال درام کمدی و عاشقانه است که به زیبایی وقایع تاریخی رو نشون میده. شخصیت اصلی داستان کاترین زن جوان آلمانیه که برای به دست آوردن دل امپراتور پیتر سوم به روسیه سفر میکنه، اما کاترین به زودی متوجه میشه که پیتر حاکمی بیرحم و بیکفایته. کاترین که در تلاش برای اعمال قدرت سیاسی خودشه به ایجاد تحول توی روسیه مصمم میشه. اونم شروع میکنه با آماده شدن برای سرنگون کردن پیتر و به دست گرفتن کنترلش در طول سریاله. کاترین پیشیدگی امور دادگاه رو مدیریت میکنه و با بسیاری از شخصیت‌های برجسته ارتباط برقرار میکنه و در عین حال درگیر روابط صمیمی هم میشه. هر 3 تا فصل این سریال نویسندگی عالی، بازیگری استثنایی، داستان‌سرایی هوشمندانه و تصویری جذاب از ظهور کاترین کبیر رو به نمایش میکشه. دومینا یک سریال درام تاریخی که توسط سایمون برگ ساخته شده. داستان با لیویا شروع میشه، زن جوانی که در زمان جولیوس سزار که بعد از دست دادن قدرت سیاسی پدرش توی روم زندگی میکنه. اکتاویان برادرزاده و جانشین جولیوس سزار اون رو یک شریکی حیاتی در دستیابی به قدرت میدونه. بعد اینکه اکتاویان امپراتور میشه با لیویا ازدواج میکنه و با هم در مورد قلمرو خطرناک سیاست توی روم مذاکره میکنن و متحدانی از دشمنانشون ایجاد میکنن که کنترل کافی داشته باشن. این نکته رو توجه کنید که توی 2 فصل اول سریال نشون میده که چطور تأثیر لیویا بیشتر میشه، چون که اون خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین چهرهای زن در طول تاریخ روم تثبیت میکنه که سالها بر روند این دوره تأثیر میذاره. این فیلم تصویری جذاب و فوق‌العاده از یکی از جذاب‌ترین دوره‌های تاریخ رو ارائه میده که به طرز ماهرانه‌ای درگیری حاکمیت رومی و درگیری‌های قدرت رو به تصویر میکشه. وایکینگ والهالا یه سریال درام و تاریخی حماسی. این سریال تقریبا یک قرن پس از پایان سری اول یعنی وایکینگ ها اتفاق میفته که در مورد زندگی رگنار لاثبروک و بچه هاشه و نکته اینجاست که به آغاز قرن 11 دوره وایکینگ ها و شخصیت های افسانه ای میپردازه. البته اگه فیلم وایکینگ ها رو هم ندیدید اشکالی نداره، چون دوتا داستان مجزان و
اوکیه. توی فیلم شخصیت وایکینگ ها همچنان به حمله و کشف مناطق ناشنا مثل انگلستان، فرانسه و مدیترانه ادامه میدن. این اتفاق در حالیه که اروپا بی‌ثباتی سیاسی و تغییر فرهنگ رو تجربه میکنه. با این حال اونا با مخالفت سرزمین های مسیحی و سایر کشورهای رقیب روبرو میشن و دنبال خونسا کردن پیشرفت اونها بین درگیری ها و مانورهای سیاسی هن. ببینید به تصویر کشیدن تاریخ وایکینگ ها و تأثیر ماندگار اونها باید طوری بیننده رو جذب خودش کنه که بی صبران منتظر اپیزود بعدی باشه، که این فیلم دقیقا همین حالت رو داره. فیلم بعدی پول دارک، یک سریال درام و تاریخیه که توسط هاپفیلد ساخته شده. داستان سریال در مورد مردیه که بعد از جنگ تصمیم میگیره برای اینکه به جرم قاچاق محاکمه نشه، دختر مورد علاقه‌اش یعنی الیزابت رو ترک میکنه و به ارتش ملحق میشه. وقتی 3 سال بعد به خونه برمیگرده متوجه میشه که موقعی که نبوده پدرش مرده، خونه بزرگ و مجللشون هم تبدیل شده به خونه خرابه‌ای، ثروتشون از دست رفته و مشروعش هم به نامزدی پسرموش در اومده. اینجاست که راز تصمیم میگیره شیوه زندگی خودش و ثروت خانواده‌اش رو جبران کنه، طوری که میخواد احساساتی که بین خودش و الیزابت بوده رو برگردونه و حتی اون دست از زمین‌ها و ثروتی که به ناحق برده شده رو برگردونه. اما این چالش ها رو باید در برابر صاحبان معدن و سیاستمداران نادرست پشت سر بگذرونه. این مسائل صرفا برای اون اتفاق نیفتاده، بلکه برای همه مظلومان و اون افرادی که توی اون محله زندگی میکردن اتفاق افتاده و این حرکت قراره که رفته رفته از راستی که قهرمان تاریخی بسازه. اینو به علاقمندای فیلم های تاریخی پیشنهاد میدم که هم سریال های عاشقانه و ماجراجویی رو دنبال میکنن. سریال معروف مارکوپولو یک سریال ماجراجویی تاریخیه که توسط جان فاسکو ساخته شده. مارکوپولو ماجراجوی ونیزی مشهوره که توی قرن 13 میلادی زندگی میکرد. اون با پدرش نیکولو و دوستش مافیو تصمیم میگیرن از ونیز به چین در سال 1271 سفر کنه. این سفر هیجانی اون رو به سرزمین‌های دوردستی مثل ایران و هند و سرزمین‌های موالیا و کره و ژاپن میبره. حالا در طول این سفر توسط سربازای یکی از پادشاه‌های مغول دستگیر میشه و این سفر مارکو برای این پادشاهی جورای جالب بوده. در اون حدی که سریال 2 فصل رو به بررسی برخوردهای پولو با اون حاکم اختصاص میده و دقیق‌تر به شخصیت‌های مهم امپراتوری مغول میپردازه. با دیدن این فیلم نگاهی اجمالی به آداب و رسوم و تاریخ مغول‌ها آشنا میشید. همچنین طرز لباس پوشیدنشون فضای اون دوران، لباس‌های پیشیده و صحنه‌های جنگی جذاب رو به نمایش میکشه. این سریال نگاهی جذاب به یکی از دوره‌های کمتر شناخته شده تاریخ بشر ارائه می‌کنه، اگرچه بعد از 2 فصل لغو شد ولی هنوز ارزش دیدن داره. مدیچی محصول کشور فرانسه و در ژانر بیوگرافی تاریخیه که در سال 2016 ساخته شده. سریال درباره خاندان مدیچیه که ابتدا بانکدار بودن و توی مدت کوتاهی به جمع قدرتمداران بزرگ و نجیب‌زادگان پیوستند و نفوذشون نه تنها ایتالیا بلکه کل اروپا رو متحول کرد. صعود این خاندان از تاجرانی ساده به قدرتمندترین افراد ایتالیا موجب انقلاب فرهنگی و اقتصادی توی اروپا شد. حالا چرا اینقدر تاثیرگذار بودن؟ چون که خاندان مدیچی با استفاده از قدرت و منابع گسترده تفکرات سنتی رو به چالش کشیدن و باعث طلوع عصر جدیدی در علم و هنر شدن و البته توی این راه لیستی از دشمنان قدرتمند رو برای خودشون درست کردن. سریال مدیچی برنده جایزه متعددی از جمله جایزه انجمن صنفی کارگردانان ایتالیا و جایزه گلدن گلوب ایتالیا شده. منتقدان از بازی‌ها، کارگردانی، فیلمبرداری و موسیقی سریال تمجید کردند. اگه به تاریخ ایتالیا و دوران رنسانس علاقه دارید، دیدن این سریال رو به شما توصیه می‌کنم. امپراتوری بوردوان. داستان این فیلم توی شهر آتلانتیک سیتی توی دوران ممنوعیت الکل در آمریکای سال 1920 روایت میشه. استیو بوشمی توی نقش ایناک یا نکی تامسون سیاستمدار فاسدیه که توی فیلم نکی با استفاده از روابط و زیرکی خودش امپراتوری عظیمی از قمار، الکل و فساد می‌سازه. اما قدرت اون به زودی مورد تهدید رقبای قدرتمند، ماموران فدرال و مشکلات شخصی قرار می‌گیره. نکته جالب اینه که بسیاری از شخصیت‌های سریال بر اساس افراد واقعی در دوران ممنوعیت الکل ساخته شده. همچنین فیلمبرداری سریال توی مکان‌های واقعی در آتلانتیک سیتی و نیوجرسی انجام شده. کلن بازخورد به این سریال خوب بوده، با استقبال منتقدان و تماشاگران روبرو شد و به خاطر بازی‌ها، کارگردانی، نویسندگی و فضاسازی که داشت مورد تحسین قرار گرفته. سریال بادبان‌های سیاه.
بذارید اینجوری بگم که چند قرن قبل دزدان دریایی حکم بزرگترین یاغیان و قانون شکنان روی خشکی و دریا رو داشتن. کسانی که در واقعیت به هیچ وجه نمیشد بی‌رحمی و بی‌اخلاقی توی رفتار اونها رو نادیده گرفت. اما همین سرکشی و دست نیافتنی بودن دزدان دریایی بوده که موجب افسانه سرایی های ستایش آمیز و محبوبیت اونها در طول قرن ها شده. حالا سریال بادبان های سیاه میخواد این فضا رو به ما نشون میده که به کارگردانی استیو بیون و آلیک ساخاروف در سال 2014 ساخته شده. این سریال محصول کشور آفریقای جنوبی و آمریکا و در ژانر اکشن و ماجراجوییه. توی این سریال توبی استیفانس، لوک آرنولد و توبی شمینتز، هانا نیو و جسیکا به هنرمندی پرداختن. حال و هوای این سریال توی سال 1715 و دوران طلایی و با شکوه دزدان دریاییه. جزیره بی قانون به اسم نیو پراویدنس توسط یکی از بدنامترین و ترسناکترین دزدان دریایی تاریخ کاپیتان فلینت اداره میشه. گریم بازیگرا و فضایی که برای این سریال برنامه ریزی شده نشون میده که کارگردان و تهیه کننده خیلی قدری پشت پرده بوده. در واقع این سریال جوایز و افتخارات زیادی کسب کرده، از جمله جایزه ساترن بهترین سریال تلویزیونی اکشن و ماجراجویی و جایزه پیباری. خب دوستان، اینم از معرفی ده فیلم برتر تاریخی. برای دیدن ویدیوهای مرتبط با پیشنهادات فیلم و سریال کانال رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. موفق و پیروز باشین.